عملیات‌های هوایی بر ضد گروه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار برای ریشه‌کن کردن سران این گروه مؤثر واقع شده و بدتازگی چندین سردسته آن به شمول شاهد الله شاهد، بنیانگذار شاخه خراسان و آفت سهید، یکی دیگر از سردستان این گروه، در یک حمله هوایی در ولایت ننگرهار کشته شدند و حالا سناتوران بر ادامه این عملیات‌ها تاکید دارند. آفت سهید، گلزمان، معاون گلزمان که اینا هم از رده های بالای داعش و حدود 30 نفر از دیگه از رعیت رهبری داعش در ننگرهار کشته شد که خبر بسیار خوش و نیکی است برای مردم افغانستان که آن کسی که در برابر مردم افغانستان می جنگه مردم های هستن که در برابرشان مقاومت صورت می گیره. عملیات هم زیاد شوی دی و وژنی او دغه هم زیاد شوی خو کم د داعش یا د طالبان په نوم باندې کم کسان وژن شوی دی او دغه شوی دی زیاتره د خپلمنځي جنگونو د وجې چې اول د طالبان حضور بیا وروسته داعش راغی داعش پسې وروسته د امارت په نوم باندې ډلې راغلي او یو څه د ایتلافیزو غږونو په بې پیلوټه تیارو ایستلي دي تر اوسه پورې زموږ نظامي قواو هېڅ پیاده نه عملیات کړي نه یې هغه کورونه لیدلي چې هلته به ورګزې او پرېدي پراته دي نه د کوټ په سیمه کې نه د بامن نه د اچین نه د نازیانو د دې منطقو کې هېڅ کوم ځمکني عملیات زموږ د اردو د خوانه د پولیس د خوانه نه شوي. اما رئیس مجلس سنا از خاموشی حکومت در برابر درگیری میان داعش و طالب سخن زده میگوید نفوذ داعش در ولایت ننگرهار به حد است که پرچم این گروه در حال اهتزاز است. طالب و داعش تقریبا لس دو لس دقیقی ده جبهه جنگونه روان دی په مختلف ولسوالی و ننگرهار که چی وقت طالب په شکست که و داعش تقریبا در غروت ازی په شکست که ده په بعضی ولسوالی که پرون رئیس ده پاینده شنوار و مامان داره که ده داعش و طالبان و ترمن جنگ ده چه درانت انداختونه ده اشتادو و غرط توپون و ده هوانون و ام سرکی گی و قریه و کلی و کور نپیجنی ده خلق و پکورون رو کم لگی گی عوام خلق هم که شیدانی گی حکومت سکوت که ولی ده سوال منگ سرده چه ولی ده دوار طرف ده دشمن ده. از سوی دیگر همه حرف از نبرد و گسترش نامنی ها در ولایت های روزگان، نورستان، کندوز دارند و از بیجا شدن مردمان کشور در این بخش ها خبر می دهند. در کمدیش ولسوالی نورستان ولایت کمدیش ولسوالی نه به حدود داویاتی ها کور طالبان و پزور و بانی فامیلون طبیعی تیر دی و منطقی نشالی دی در کنول پساحه که میش دی اغوی بالکل سرپناه نه لري بيخي په سخت شرایطو کې هغه ژوند تیروي حتی د هټ رسیدلي چې خپل اولاد خرڅ کړي او یو مړی ډوډۍ ځان ته پیدا کړي هغه عاجل مرسته ضرورت لري کچيري د تاسو له خوا په مربوطه ارګانونه یو غږ وشي چې هغه ته عاجل مرسته ورسیږي خبروي. حالا که حضور گروه داعش تهدید جدی تر نسبت به گروه طالبان گفته شده و با گذشت هر روز فعالیت های این گروه در حال گسترش است، بسیاری ها به این باورند که اگر حکومت راهکار برای مبارزه و ریشه‌کن کردن این گروه روی دست نگیرد، مبدل شدن افغانستان همانند کشورهای خاورمیانه به دور از تصور نخواهد بود.